نه تو کندکتور برنامه هم گذاشتم این رو. خب درود دوستان، شب شما بخیر، خسته نباشید، امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید و روزگار به کامتون باشه. خیلی خوشحالیم از اینکه امشب هم فرصتی دست داد تا در خدمت شما، در کنار شما و با شما عزیزان بزرگوار باشیم. جایی نرید، دیگر دوستان رو هم دعوت بکنید حتما به برنامه امشب بیان، چون کلی خبرهای هم اونور آبی داریم، هم داخل کشوری داریم، اعتراضات و اعتصابات رو هم که دارید میبینید، فراخوان‌های بسیار زیادی داریم و مجموعه اقداماتی که عزیزان ایرانی در این کره خاکی امروز انجام دادن رو هم خبرش رو میخواییم به سمع و نظر شما برسونیم. احیانا اونایی هم که دوست دارن بدانن در خاورمیانه چه اتفاقاتی داری میفته، مشخصا در جنگ بین اسرائیل و لبنان و رفح یا همون حماس یا در کرانه باختری و غزه، میخوایم در مورد اون هم امشب با شما صحبت بکنیم. اما من الان به بچه های پشت صحنه داشتم میگفتم که یک موضوع بهداشتی هم میخوام از این به بعد اول برنامه داشته باشم، چون این درد کشیده است دیگه، در مقابل شما داره این رو اعتراف میکنه و اذعان میکنه. تا میتوانید در مجموع فعالیت های روزانه خودتون حتما مصرف بیش از اندازه آب داشته باشید، یعنی حتما آب بنوشید. در مقاطعی که دارید کار میکنید، پیاده روی میکنید، ورزش میکنید، خیلی مهمه. و از من به شما نصیحت، تحت هیچ شرایطی دیگه دوروبر گوشت قرمز نرید، چون اوضاع و احوال خیلی بیریخته. این رو یک درد کشیده ای داره به شما میگه که دیگه کارش به بیمارستان کشید و دیگه به خودش قول شرف داد که تحت هیچ شرایطی دیگه دنبال گوشت قرمز نره. حالا ماهی و مرغ و اینها رو میشه یک کاریش کرد، اما شما عزیزان بیننده زحمت بکشید و اینها رو حتما رعایت بکنید. خب اگر اجازه بدید من صادق رو بیارم بالا. یه چند تا موضوعی هست که شما امشب از من پرسیدی. یه دونه بحث اینی که امروز مشاور محسن رضایی، ببین محسن رضایی دیگه چیه که مشاورش باشه، امروز یه چیزی رو دیدم پروموت کردن همین سایبری های حرامزاده در تمام کانال ها و اینها و گفتن که مشاور معاون اقتصادی نمیدونم رئیس جمهور، یعنی مشاور محسن رضایی، آمده گفته هر چقدر دلار و ارز خارجی دارید بفروشید، قیمت ها داره میاد پایین و اوضاع و احوال دیگه بعد به نفع شما نمیشه. خیلی غلط کردن ایشون گفتن. آخه محسن رضایی که تمام پیش بینی هاش گند زده بود اون انتخابات، چه غلط هایی کرده بود که من چنین میکنم و چنان، بعد الان دیگه رئیسی آورد بیخ گوش خودش کرد معاون اقتصادی. یعنی واقعا اگر میتونست یه کاری بکنه، یعنی 1% میتونست این چرخه اقتصادی رو پیش ببره، ما میگفتیم که والا اسبم کد خداست که این کارو نتونست بکنه. الان جالب مشاور این آمده یک همچین حرفی رو زده. عزیزان اینها بازی روانی، بازی رسانه‌ای یک حکومت راه انداخته. اینها دلار 35,000 تومانی رو تا دلار 70,000 تومانی ببخشید آوردن کردن تو پاچه ما، الان ورش داشتن برگردوندن بردن رو 60 تومن نگرش داشتن. یه چیزی هم الان طلبکارم شدن میگن که ما نمیدونم داشت میرفت برای 70-80,000 تومن، جلوش رو گرفتیم و آوردیم 60,000 تومن. من متاسفم برای اون دسته از افرادی که متاسفانه حالا 1% هم که شده هوش اقتصادی ندارم. من بارها و بارها گفتم این حرامزاده ها بازیشون اینجوریه. تو این مملکت در این 45 سال هیچ چیزی، یعنی شما از تخم مرغ گرفته تا خونه خریدن و ماشین خرید تا به امروز رفته بالا پایین نیامده. این بحث ارزم دیدی که گفتم از 35,000 تومن اینه کشوندنش رو 60 خورده‌ای، رو نوسانگیری کلی پول به جیب زدن این حرامزاده های حکومتی و دولتی که بتونن حقوق یکی دو ماه پرسنل رو بردارن بدن. و الان هم ادعا میکنن بله قرار بود بره رو 70 تومن بشینه، ما رو 60 تومن نگه داشتیم، پس یه کار شاقی کردیم. هیچکی نمیپرسه آخه حرامزاده ها این که 36,000 تومن بود شما چه گندی زنید که به 60,000 تومن رسید، الان افتخارم میکنید. البته همیشه مکر و حیله و حرامزادگی این حکومت بوده که اینجوری دارن با روح و روان و زندگی و اقتصاد ما مردم ایران بازی میکنن. خدا از اینها نگذره. دوستان عزیز من همینجا خدمت شما عرض میکنم تحت هیچ
عنوانی این چوس مسخال پولی رو که جمع کردید، حالا ارزی خریدید، هر کاری که خریدید، این 20 صاحب رو وردارید بذارید یه گوشه، دست بهش نزنید، هیچ اتفاقی نمیفته تحت هیچ، یعنی با این اوضاع و احوالی که الان تو مملکت هست. امشب هم میخوایم خیلی صحبت رو در این خصوص بکنیم و بیس اقتصادی رو هم میخوایم پیش بکشیم. شما مطمئن باشید تحت هیچ شرایطی ارز خارجی پایین نخواهد آمد. گول این حرامزاده ها رو نخورید، دارن شما رو وسوسه میکنن، دارن ته دلتون رو خالی میکنن. مثل اون دفعه که من خدمت شما عرض کردم، گفتم این ارزی که خریدید آقا بهش فکر نکنید، مگه سرمایه شما نیست؟ مگه شما که قرار نیست باش دلالی بکنی؟ گفتم این سرمایه ای که یه جا قائم کرده بودید، همیشه هم مثال میزدم به شوخی که تو بالشتک خودتون چه میدونم یه جایی قائم کرده بودید، اینو بردارید ارز خارجی بخرید. آقا اصلا به این ارز خارجی نگاه نکنید تا چند سال، مطمئن باشید سرمایه شما هیچ وقت پایین نخواهد آمد. این که الان اینا دارن تلاطم بازار به وجود میارن، بحث روانی رو به وجود میارن، حالا یه دو سه تومن میخوام بکشن پایین که شما دوباره دلارا رو سرازیر کنین تو بازار، اینها بخرن یهو دوباره این بار بکشه بالا، رفته تا 100,000 تومن. پس گول این حرامزاده ها رو نخورید. من گفتم اصلا این مردی که اندازه خر حالیش نمیشه، خود همین معاون اقتصادی رئیس جمهور محسن رضایی، تا چه برسه که مشاورش امروز آمده یک همچین حرفی زده. بعد دیدم که بعضی از خانوم ها به ما یه جورایی گله کردن، بینندگان عزیز، البته حقم دارید، ما مخلص شما هم هستیم. شما برگشتید گفتی که آقا این روزها بحث حجاب، این روزها بحث حول محور زنان جامعه میچرخه، شما قرار بود که یک همکار خانومم بیارید که پرسش پاسخ در این خصوص هم داشته باشید، که من خدمت شما عرض بکنم همین هفته خانم جلالی حتما تو برنامه شرکت میکنن، یعنی به صورت یعنی برنامه ریزی شده، یک روز صادق تشریف میاره، یک روز ایشون تشریف میاره، که وقتی خانم جلالی اومد مطمئنن برنامه های ما یه جوری حول محور زنان و دختران عزیز کشورمون خواهد بود. اینم موضوع دوم که از من پرسیده بودید. یه چیزی دیگه هم امروز پروموت کرده بودم، من متاسفم از شما، خواهش میکنم تو زمین دشمن بازی نکنید. دشمن ما در حال حاضر جمهوری اسلامی، مشخصا در فضای مجازی سایبری های حرامزاده شونن. امروز دیدید که در اقصا نقاط کشور اعتراضات و اعتصاب باد بود، از راسته چه میدونم بازاریان تبریز گرفته تا تهران و تا اصفهان، و اعتصابات هم که دیدید تمام شرکت ها و اینها ریخته بودن بیرون. این اتفاقات یک اتفاقاتیه که برای حکومت جمهوری اسلامی، بالاخص دولت این خاک بر سر رئیسی، یک شوک بسیار بزرگیه عزیزان من. به همین خاطر سایبری ها میان بازی میکنن در فضای مجازی، با روح و روان ما بازی میکنن. امروز عوض این که مثلا عزیزان ما، بینندگان ما، دوستان ما بیان اینها رو پروموت بکنن، این گزارش ها رو من دیدم بعضی کانال هایی که خیلی پرطرفدارم هستن دارن نمیدونم اون فیلم بچه بازی، نمیدونم پسر بازی، غلام بازی افغانستان رو گذاشته بودن که آقا نگاه کنین تو افغانستان چه بلایی سر پسرفه. خب بکنن، فدای سرمون که میکنن، ما خودمون اینجا هزار جور گرفتاری داریم، حالا بیایم بریم بررسی بکنیم تو افغانستان دارن چه غلطی میکنن. این کارها از قرنهای قبل تو اون خراب شده بوده و الانم ادامه داره. فکر خودتون رو منحرف نکنید، ما در حال حاضر در دو جبهه با جمهوری اسلامی در جنگ هستیم، در کف خیابون در بحث حجاب و اینها در جنگ با جمهوری اسلامی هستیم، و در بحث اقتصادی کارگران ما، کارمندان ما، کشاورزان ما، اینها رو که دارید میبینید. ما این تو این دوتا جبهه باید پیروز باشیم، تمام فکر و ذکرمون هم باید تو این قضیه باشه تا پیروزی. اینکه اونجا این اونو فرو کرد، اونجا بچه بازیه، اینجا دارن اینو میکشن، اونجا دارن اونو میکنن، هیچ ربطی به ما ندارن. ما هر کاری رو که بخوایم بکنیم در جغرافیایی داخل کشور خودمون هست، و لطفاً فکر خودتون رو معطوف نکنید به اینور اونور. این تمام دسیسه سایبری های سپاه تروریستیه. یعنی من خاک بر سر این حکومت احمد بکنم، یک آبروریزی دیگه هم چند روز پیش کردن که این مرزبانان ما بلند شدن، حالا یه خیابون اشتباهی رفتن افتادن تو دست طالبان. جالبه، من امروز با یکی از نزدیکان این عزیزان صحبت میکردم، بعد برگشتم مثلا بهش گفتم آقا خیلی خوشحالم که حالا طالبان بلا سر این بچه ها نیاورد، اینها رو آزاد کرد. به هر حال اینها ارتشی هن، مال مرزبانی ما هستن، بچه های ما هستن، خیلی خوشحالیم. حالا این جمهوری اسلامی با این خاک بر سرش یه رایزنی کرد، اینها را آزاد کرد. این فامیلش برگشت که آقای بهبودی شما چرا این حرف رو میزنی؟ گفتم چرا؟
گفت آقا اصلا تحت هیچ شرایطی جمهوری اسلامی و این وزارت کشور این بیانیه‌ای که داده ما رایزنی کردیم بچه‌های ما رو، نمیدونم مرزبانان ما رو آزاد کرد، هیچ گونه رایزنی وزارت کشور نکرده. این چند نفری که بازداشت شده بودن از طرف طالبان، یکی دو نفرشون مال همون سیستان و بلوچستان و همون اطراف بودن، چون به زبان پشتو آشنا بودند و با اونها دوستانه صحبت کردن. تو فیلم هم دیدیم چجوری منت و خواهش میکردن. واقعا متاسفم برای این رژیم جنایتکار که ببین کار به کجا رسیدی که ما باید بریم سر فرو خم بکنیم سمت طالبانی که از پشت کوه آمده. حالا چه میدونم آمریکا خواسته رو سیاستهاش یه چند وقت هم اینها بر مسند قدرت باشن. گفت تحت هیچ شرایطی وزارت کشور پادرمیانی نکرده. اتفاقا فرمانده هنگ مرزبانی به محضی که اینا درگیرش اینا گیر افتاده بودن و بی سیم زدن که آقا این اتفاق برای ما افتاده، بیاین ما رو کمک بکنید، اونا گفتودن چون خودتون راه رو اشتباهی رفتید، خودتون هم باید برگردید بیاین خونه. نگاه بکنید مملکت چقدر تخمی تخیلیه. من یاد اون پاسپورت ایرانی تخمی خودمون افتادم که اون پشتش نوشته که اگر این پاسپورت رو گم بکنی گناه و معصیت و تمام عواقبش رو نمیدونم گرفته. آقا طوری نوشته که تو اصلا جرئت نمی‌کنی بری مثلا اداره گذرنامه یه پاسپورتی بگیری. مثلا مال آمریکا رو گذرنامه‌ش رو نگاه می‌کنی، مال انگلستان رو نگاه می‌کنی، پشتش نوشته یه لشکر دنبالته. آمریکا نوشته تمام کشور پشت این پاسپورت هست اگر اتفاقی برای شما بیفته، ولی جمهوری ننگین اسلامی که دشمنی با ما مردم ایران داره اون پشت نوشته که آره هر عواقبی که نمیدونم از مفقود شدن این پاسپورت شامل حالتو بشه ما هیچ کاری نمی کنیم، گناه و معصیت هم گردن تو. ای خاک بر سر شما که من الان وقتی فهمیدم این بچه ها خودشون رفتن اونجا منت خواهش کردن و از دست طالبان آمدن بیرون، واقعا متاسف شدم و مطمئن شدم که این رژیم بی ریشه جمهوری اسلامی واقعا دیگه باید رفتنی بشه از کشور ما، چون آبرو حیثیت 2500 ساله مملکت ما رو اینها حرامزاده ها دارن برباد میدن. خب اجازه بدید من صادق رو بیارم بالا که بخوایم برنامه های امشب رو خوبی امشب داشته باشیم. چشم، میگن کامنت هارم ببندیم که بذار بتونن بیشتر بیان و برنامه این شب رو ببینن. آها اینم یادم رفت من بگم. آها خواب بگفتی آقا. یهو یادم اومد. آره گفتم شاید کلا منو فراموش کردی. دیگه داشتم می‌خواستم من شام بخورم بعدم بیام. صادق اینجا چند تا سوال بود هی از من می‌پرسیدم. من این چند روز که همش روغن سوزی داشتم و اینا نمی‌تونستم جواب بدم. امروز یه ذره گوش شیطان کرد. حالا خوب شده. خلاصه اومدیم. سلام عرض ادب خدمت همه بینندگان عزیز. مرسی پیمان عزیز، خسته نباشید پیمان، دمت گرم که منو بالا آوردی و هستیم در خدمتتون. میخواید چی فراموش کردیم؟ میخواید اونم بگو بعد من فراخوان. یه فراخوان این بچهای فرهنگی ها برام فرستادن، خیلی هم بهی تاکید کردن که میگفتن نه باید حتما تو رادیو این برنامه لایو بخونی. گفتم آقا تو رادیو گیلان گذاشتیم و اینا، گفتن نه اینجا شما خیلی فرهنگی ها بازدید کننده داریم. گفتیم باشه. فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، معلمان آزاده و عدالت‌خواه ایران، نظام آموزش و پرورش جامعه ما سال هاست که درگیر بحران‌هایی است که محصول بی‌تدبیری و بی‌مدیریتی نامسئولان این نظام است. افت تحصیلی، بازماندن صدها هزار نفر از فرزندان این مرز و بوم از تحصیل، بی‌انگیزگی دانش آموزان، کالایی شدن آموزش و باز تولید تضاد طبقاتی، بی‌اعتباری علم و دانش، نادیده گرفتن و دسترازی به حقوق معلمان، تعطیلی قانون و منطق عقلانیت بخشی از بحران‌هایی است که نظام آموزشی ما در آن غرق شده است. در این شرایط بر ما معلمان است که به عنوان کارگزاران اصلی نظام آموزش و پرورش و دغدغه‌مندان آینده فرزندان جامعه همت کنیم و با همدلی و اتحاد برای برون رفت از این شرایط دهشتناک بکوشیم. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان همه شما بزرگواران و دغدغه‌مندان ارزی تعلیم و تربیت را به این مهم فرا می‌خواند که به مناسبت روز و هفته معلم و نشان دادن عزم و اتحادمان برای ساختن جامعه آزاد و برابر گرد آییم و پیمان ببندیم که تا آن روز فرخنده از پای ننشینیم. به اعتقاد ما این رسالتی است که تاریخ بر دوش ما گذاشته است. مبادا شانه از بار مسئولیت خیش
خالی کنیم و شرمنده حال و آینده شویم. وعدگاه ما روز پنجشنبه 13 اردیبهشت ساعت 10 صبح تهران روبروی سازمان مدیریت برنامه ریزی مراکز استانها روبروی ادارات کل آموزش و پرورش استانها، شهرستانها روبروی ادارات آموزش و پرورش، شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران 9 اردیبهشت 1403. من چقدر خوشحال میشم اینجور تشکلها دوباره زنده شدن، اکتیو شدن، پر انرژی دارن کاراشون رو شروع میکنن. من هنوز منتظر این گروه های کارگری هستم، سندیکا. امروز البته خیلی آریختن بیرون، دمشون هم میگم. یک اتفاق بسیار خوبی هم که امروز صادق افتاده بود این که دیدی حرف ما رو یه جورایی گوش دادن. بازنشستگان با کارگران، کارگران با کارمندان دارن همدیگر رو پیدا میکنن. این پازل ها وصل بشه صادق، ما به زودی همون پیشبینی و یا همون ارزیابی که قبل از این سال کردیم و گفتیم حضور میلیونی عزیزان رو در کف خیابان ها خواهیم دید، این اتفاق رو خواهد داد. نستاد آموزی دیگه به خاطر نه بس ارزیابی ماست دیگه. وقتی شما وضعیت کشور رو میبینید دیگه خلاصه باید اینجور حرفا رو هم بزنید. من خیلی خوشحالم از این بابت. بله بسیار عالی. حالا میرسیم به این تجمعاتی که امروز شد. داشتی در مورد ارز صحبت میکردی و میگفتی که دولت گفته که آقا بیاین بفروشید و فلان. اگر دولت گفته بفروشید، چرا میر سلیم اومده گفته اسکناس و پول ملی با کاغذ پاره فرقی نمیکنه؟ میر سلیمی که این همه ادعای اینو داره که بله ولایی عاشق جمهوری اسلامیه و بعضی اوقات یه سری صحبت ها کرده که اصلا با عقل و منطق اصلا جور در نمیاد و اومده تنها حرفیه که توی زندگی شکم درست گفته همینه. چرا اومده این اومده این حرف زده پیمان؟ نگاه، من همین دیشب چند شب پیش بود، یعنی قبل از اینکه بریم سمت بیمارستان، من خدمت شما عرض کردم، گفتم هم خدمت شما هم خدمت بینندگان عزیز، گفتم از داخل اینها دوچار متلاشی شدن، اینا دوچار انشکاک شدن. خب و الان داریم میبینیم چند دستگی در بینشون به وجود آمده. وقتی امروز خامنه ای به رئیسی خاک بر سر میگه به زنت بگو مراقب خودش باشه، از این به بعد نباید در کارهای دولت شرکت بکنه، دخالت بکنه، دیگه ببین چی اوضاع و احوالی بین این هاست. امروز یه دونه از این کانال های تلگرامی نزدیک به همین بیت علی خامنه ای و اینها اینو اومد لو داد، گفت آقا، منظورشون علی چولاقه، اومدن تذکر دادن، تذکر کتبی هم دادن به جناب آقای رئیس جمهور که آقای رئیس جمهور تو اولا که بلند میشی میری اینور اونور خاله بازی نیست، بلند شدی رفتی نمیدونم اونجا کجا بود، پاکستان و نمیدونم کجا و کجا، این زنه رو برداشتی بردی. این زنه اصلا ما اینجا مگه آمریکاست؟ مگه بانوی اول داشته باشیم تو این رو برداشتی بردی؟ اگر شب جمعه بود دقیقاً، اگر بانوی اول که باشه اینجا بانوی ما هست، منظورش علی چلاغ کدوم بانو کدوم بانو دیگه. حالا بعد جالب اینجاست، برگشته گفته از این به بعد ایشون اصلا حق نداره تو کارهای دولت دخالت بکنه. دیگه نمیدونه تو 85% انتصابات که میخواد انجام بشه وزیری، وکیلی، حتی تا مدیران کل استان تهران و تهران بزرگ میگه زنش باید اظهار نظر بکنه، زن رئیسی. اصلا رئیسی میگه کاری نیست. خب یعنی این لولو سر خرمنه جناب آقای رئیسی، تمام کاراشو خانم جمیل خانم انجام میده. خب یعنی این باید بگه که چیکار بکنید، کجا برید، کدوم بیاد سر کار، کی نباید بیاد، اینو بیرون کنید، اون رو بذارید. به همین خاطر خلاصه کلاغه یه جورایی هم خبر برده برای علی خامنه ای. فکر کنم اینا بلند شدن رفتن تو پاکستان و تو اون یکی کشوره کجا بود یادم رفت، رفتن اونجا. زنش برگشت به اونها گفت دیگه، آقا بیاین ببینید وضعیت زنان ما در ایران چطوره، بیاین ببینید فلان. خب وضعیت زنان ما تو ایران فاجعه باره. فکر کنم زن علی چولاق شب جمعه ای رفته اونجا بخوام بشینن و خلاصه ماچو بوسه ای بکنن، گفته علی چولاق نگاه بکن، این زنشو برداشته با خودش برده اونجا، زن هم تازه اونجا میکروفون رو گرفته به جای رئیسی حرف زده. علی چولاق هم ناراحت شده، خلاصه کتبن به این دستور داده که تو از این به بعد نه حق داری زنت رو با خود جایی برداری ببری، از این به بعد هم زن تو تحت هیچ شرایطی نباید از طرف دولت حرف بزنی. چه کار است که میاد
مثلا حرف میزنه و این هم خیلی جالب بود. این بحث انشکاکی درشون به وجود آمده، الان یه گروه گروه رئیسی هم. یه گروه گروه این مصباحی تمساحی یزدی هن که همین رسایی و پسایی و نبویان و اینها هستن. یه گروه دیگه همین مؤتلفن که همین مردک رو الان نام بردی و نمیدونم میرسلیم و اون بادامچیان و نمیدونم اون برادران کی بودن اینها. یه گروه هم اینها، یه گروه دیگه هم قالیباف و داره دستشونن. الان هم که میدونی 15 6 7 نفر هم خودشون رو کاندیدا کردن، مثل اون نجفی و آقا تهرانی و میگم کیو کیو، خود همین حمید رسایی و خودشون رو کاندیدای یه ریاست مجلس کردن. یه گروه هم اینها، یعنی هر کدوم الان تو این کشور ادعای کت خدایی میکنن و این خیلی خوبه، و این خیلی خوبه که با خودشون دوچار مشکل شدن و گند همدیگر رو دارن میریزن بیرون. به قول شما وقتی این مرد میرسلیم که اینقدر دستمالداری علی خامنه ای رو میکرد و میگفت همه چیز گل و بلبل و پراید بخرید، پراید از توییت هایلوکس هم بهتر و فلان، الان میاد میگه که این پول کاغذی شما پشکل پشکلی بیش نیست. یعنی چی؟ یعنی اینکه مشاور جناب آقای معاون اقتصادی وقتی میاد میگه بیاین دلاراتونو بفروشید، یعنی واقعا نیاین نفروشی، اینو ببرید هر جایی شده تو 6 تا صندوق قفل بزنید مگر اینکه به دست این حرامزاده ها برسه و بخوان نابودش بکنن. چجوری ارزیابی میکنی پیمان؟ تو صحبتات اشاره کردی که بله اومد تا 70 و الان اومده تا 60 و همیشه تو هم تو صحبتات گفتی مردم به مرگ میگیرن به تب راضی میکنن، دقیقا همینه. مثلا ما دلار حالا 52 تومن 53 تومن بود قبل از این اتفاقات، بعد اومد 60، بعد یهو اومد 70 و الان دوباره داره میاد 60. طرف میاد میگه آخه خدا پدرشونو بیاموزه اومد رو 60، خیلی خوبه. تو چطور ارزیابی میکنی که آیا این دلار روند سقوطی خودش رو طی میکنه یا نه طی یه سری اتفاقات دوباره میره بالا؟ نگاه همین اواخر من که رو 35 تا دارم، مثل رو 36 تاشو دارم محاسبه میکنم، حالا شما میگی 50 تا باز 15 تا به نفع جمهوری اسلامیه، به نفع دولت رئیسیه، حالا تو میگی 50 تا باشه، همین 50 تا 60 تا 10 تا همین الان رئیسی سود کرده بس. یعنی چند ما میتونه از همین نوسانگیری پول حقوق و پوقوق همین بنده های خدا رو عجیب همین مردم برداره بده. اما یه بحث دیگه ای، من متاسفم با اینکه ما بارها و بارها از انقلاب زن زندگی آزادی تا اینجا هی گفتیم آقا به این دلیل برید پولاتون از بانکاتون بکشید، این چسمسخال سودی که به شما میدن واسه فاتی شما تنبان نمیشه، شما برید این رو بفروشید ارز خارجی. ما از اون زمان گفتیم، فیلم های ما هم هست، نوشته های ما هم هست، دست نوشته های ما، هر کی از اون موقع این کار رو کرد برد، هر کی نکرد وایستد این چندرغاز سودی رو که این حرامزاده ها بهش دادن ارزش پولش الان 100% آمد پایین ساد. من باز همین رو الان دارم خدمت شما عرض میکنم، باز هم اگر ارز خارجی دارید نگاه کنید اینها رو به عنوان سرمایه دراز مدت بهش نگاه بکنید. بعضی ها متاسفانه انگار ما اینجا اقتصاددانیم، میان اینجا میشینیم میخوان از رو حرف ما برن مثلا هفتگی کاسبی بکنن. نه عزیزان من، این کار رو نکنید. اونهایی که یک پولی دارید، یک چه میدونم ارثی به شما رسیده، یه زمینی داشتید فروختید، یه کاری کردید، این پول اگر به عنوان ریال در دست شما بماند تا آخر همین سال کلا نابود میشود با این تورم و با این گرفتاری ها و با این چیزهایی رو که الان از نالیاقتی های حکومت و دولت داریم میبینیم. به همین خاطر همین را رو پول و ارز خارجی بکنید و یه گوشه نگه دارید تا ببینید در آینده چه اتفاقی میافته. اینجوری که الان من در میدان دارم میبینم این تجمعات و این فراخوان ها و این جنگی که با زنان ما راه انداختن، من بعید میدونم این حکومت تا آخر سال. بعضیا به من میگن آه تو چرا اینقدر خوشبینانه حرف میزنی؟ عزیزان من بحث خوشبینانه نیست. من همین دیشب داشتم تاریخ این بنده خدا صدام رو نگاه میکردم، خیلی جالب بود. آمده بود آخرین روزی که بعد از اون دیگه رفت توی یه سوراخ موشی قائم شد و بعد آمریکایی‌ها اومدن گرفتنش و بعد حالا اعدام و فلان و اینها. این آمده بود هفته ی ارتش بود، آمده بود داشت سان میدید از نظامی‌های عراقی
و جالب اینجا 4-5 تا از این ماشین های 18 چرخ اومدن رد شده. همین موشک های بی صاحبی که اینها میسازن الان سازمان هوا و فضا میسازه، همین موشک ها رو اونا هم ساخته بودن تو همون ابعاد و تو همین صدام. یهو اینا رو دید چقدر مثلا منقلب شد، آه این تو دوران من شده، بلند شد دست زد، نمیدونم همه براش هورا کشیدند و فلان. گفتم بله دیگه ما این موشک رو داریم. ولی وقتی آمریکا اومد تو چند ساعت کل بغداد و مغداد رو گرفت و اینو از سوراخ در آوردن، نشون داد که این پوشک ها اگر بعضی ها بخوان و مردم نخوان، پوشکی بیش نخواهد بود. درست داستان مثل داستان جمهوری اسلامی. من الان دارم این رو میبینم. نگاه کن جمهوری اسلامی جنگ با مردم رو شروع کرده. مگه یک جنگ دو تا شاخه باید داره؟ یه بس اقتصادی شه که بشه پشتوانه‌اش باشه برای ادامه جنگ، بس دوم چیه؟ پشتوانه مردمی شه. جمهوری اسلامی این دوتا رو نداره. در جنگ در حال حاضر که در داخل شروع کرده این دوتا رو نداره. با جفنگیاتی هم که الان داره پس میزنه، مثل نمیدونم دادن حکم اعدام برای توماج و برای کسان دیگه و اینها، الان داره افکار عمومی رو در خارج از کشور، در خارج از مرزهای دیگه تو اقصا نقاط کشور دنیا ما همینا میخوام ازت سوال بپرسم. دقیقاً تجمعات داشتیم. پس این چی رو داره نشون میده؟ وقتی از چند جهت رژیم داره متزلزل میشه و به فروپاشی داره میرسه، خب نتیجهش چی میشه؟ حساب دو تا چهار تاش نتیجه این میشه که فروپاشی عنقریب اتفاق خواهد افتاد. بحث صدام هم همین بود. خیلی ها میگفتن که نه صدام و نمیدونم این کشورهای حاشیه خلیج فارس میخوان، سپورت مالیش هم میکنن، فلانش هم میکنن، با همه هم روابط خوبی داره و اینها. ولی یهو دیدید یک اتفاق در طرفت العینی رخ داد و صدام کلن سردگون شد، جمهوری اسلامی سردگون شد. پیمان، در مورد تجمعات گفتی و ما تو این چند روز شاهد این بودیم که علاوه بر این که جمهوری اسلامی میگفت که آقا دیگه این خیزش تموم شده و ما همه رو سرکوب کردیم و دیگه کسی نیستش، ولی این خیزش، این جریان زن زندگی آزادی و انقلاب مهسایی که 1401 استارتش خورد، ما تو این چند روز دیدیم که واقعا آتش زیر خاکستر هستش و توی تجمعاتی که توی کل دنیا توی این یکی دو روز مشاهدش بودیم، این اتحادی که یه مقدار کمرنگ شده بود دوباره به وجود اومده و یه سری تجمعات خیلی خوب، حالا به بهانه توماش، ولی اسمهای همه رو دارن صدا میکنن، اسمهای تمام زندانیان سیاسی رو توی این تجمعات دارن صدا میکنن و این یک اتحادی بوده که ما نیاز داشتیم به این اتحاد. میخوام ببینم که تو تجمعات این چند روز چطور دیدی و آیا به نظرت این تجمعات باید ادامه دار باشه یا نه همینجا استاپ بکنه بمونه واسه یه مرحله بعد یه اتفاق دیگه. میخوام نظرت رو بدونم. امروز من دیدم که توی یک گروهی، توی یک گپی، بعضی ها میان میگن آقا حالا این ایرانی های خارج نشینم بلند میشن میرن اینجور تجمعات، میگم اگه فایده ای هم داره؟ اونا که دستشو اینجا به خامنه ای و اینها نمیرسه. عزیزان من، این رو من خدمت شما عرض بکنم، فایده داره که هیچی، 100% هم فایده داره. نگاه کنیم، ما یه قانونی، این تنها قانون وحوشه که در داخل جمهوری اسلامی داره اعمال میشه. در فرای مرزهای جمهوری اسلامی، یعنی مرزهای ایران عزیز ما، حتی در این بغل دستی ترکیه که اونها هم حالا اون دولتش همچین دست کمی از اینها نداره، ولی چند وقت پیش شما دیدید در استانبول بمب‌گذاری شد. خب اومدن تو میدان تقسیم بود، تو اون خیابون معروفه اومدن بمب‌گذاری کردن، یک خانومی رو گرفتن، تو دوربین ها مشخص شد و فلان و اینها. امروز حکم نهایی این خانوم آمد، نمیدونم 380 سال برایش، چندین سال حکم حبس ابد بریدن. اولا که 3 بار قاضی این رو برایش حکم ابد، حبس ابد برید، از اون برم حالا بنا به دلایلی کارهایی که کرده او 380 سال برایش حکم بریدن، علی رغم اینکه
این زن کسی بود که حالا از طرف داعش بود، حالا از طرف هر گروه خرابکارانه و تروریستی که بوده، این بمب رو داخل یک ساک آورد تو اون منطقه، تو اون میدان آمد منفجرش کرد که 6 نفر بنده خدا جون خودش رو از دست دادن، 80-90 نفر هم زخمی شدن. خب اما یک قانونی فرای مرزهای ایران هست و اون قانون اینه که شما حق ندارید هیچ انسانی رو حتی اگر گناهی کرده باشه بکشید. این حق شما نیست. ناگهان تو روسیه هم همین اتفاق افتاد دیگه. اون تروریست‌ها آمدن اسلحه برداشتن رفتن تو اون مرکز کنسرت و اینها، اون همه آدم رو به خاک و خون کشیدن، مردم هم تمام دنیا داشتن به روز ساعت به دقیقه میدیدن. اما دیدید که آخر برای همشون حکم ابد ساده، هیچ کدومشون هم اعدام نمی کنن. اما تو جمهوری چرا نمی کنن؟ چون حکم وقتی شما از نظر حقوق بشر شما حق کشتن کسی رو ندارید و اگر این کار رو بکنید دنیا روابط دیپلماسی خودش رو، دنیا روابط اقتصادی خودش رو با شما قطع خواهد کرد. الان تنها جایی که این کار رو انجام میده و در طالبان هم تازگی الان این قفل شده این قضیه، جمهوری اسلامیه. خب وقتی این عزیزان ما، وقتی این هموطنان ما در اقصی نقاط دنیا امروز از استرالیا و کانادا و آمریکا و آلمان و دیگه سوئد و هر جا بلژیک و هر جایی که شما آلمان و اتریش و اینها شما سراغ داشته باشید آمدن کف خیابون، اینها وقتی میان فریاد میزنن به زبان همان کشور فریاد میزنن که آقا به ما کمک کنین، دارن یک جوان ما رو میکشن. خب اتفاقا چون دموکراسی در تمام دنیا اعمال میشه، حتی یک آدم معمولی که اگر از کنار خیابان رد بشه بسیار تاثیرگذاره. چرا؟ چون یک رأی داره تو کشور خودش و اون رئیس جمهور و اون نخست وزیر موظفه و ملزمه که به یک رأی اون طرف هم احترام بذاره. این طرف وقتی میاد از اون بر رأی رد میشه، میبینه که اینها دارن میگن که ما یک رپر داریم به خاطر یک آهنگ انتقادی دارن اعدامش میکنن و بعد عکس‌هایی رو میبینه که افرادی بودن برای نمیدونم آتیش زدن سطل آشغال اینها اعدام شدند، مردم دنیا وحشت میکنن. پس این ایرانی‌های ما چه تأثیری دارن؟ اینها همه یک جور تابلوی تبلیغاتی هستن برای اینکه بحث عدم رعایت حقوق بشر در داخل کشور توسط جمهوری اسلامی رو به دنیا بشناسونن، بفهمونن، بشنبونن. خب و این اتفاق میافته. شما الان دارید میبینید، خیلی جالبه، از وقتی که بحث توماج صالحی در اقصی نقاط کشور، در اقصی نقاط دنیا منتشر شد، تمام سیاست مدارها، حتی ساعتی قبل بود جک سالیوان بود دیگه مشاور امنیت ملی کاخ سفید، به شدت این مسئله رو محکوم کرد و به هنرمندان اسلامی مندان و هنرمندان به نام هالیوود. حالا این آقا که دیگه مثلا تو کاخ سفید بغل گوش رئیس جمهور هم نشسته، گفت ما از جمهوری اسلامی میخوایم که هرچه سریعتر این کار رو بذاره کنار و این شخص رو باید آزاد بکنه، اعدام که دیگه اصلا جای خودش. خب وقتی این اتفاقات داره میفته تمام دنیا میفهمن که واقعا بحث حقوق بشر در داخل کشور، در داخل کشور توسط جمهوری اسلامی داره پایکوب میشه، خب داره یه جوری نقض میشه. به همین خاطر سعی میکنن تحت هیچ شرایطی دیگه، نه روابط اقتصادی نه روابط دیپلماتیک، همین الانش هم جمهوری اسلامی با 4-5 تا کشور روابط اقتصادی آنچنانی نداره. یه دونه این چینه، یه دونه عراقه، یه دونه امارات فکر کنه، همین چند تا کشورهای دورور. شما نگاه بکنید تجارت‌های سال‌های قبلشون رو با الانش، توی یکی دو سال اخیر تجارتش مثلا حالا کانادا که اصلا کلا دیگه تعطیل شد، با کشورهای دیگه اصلا نگاه، ولی اروپا ببینید قبلا مثلا چقدر نمیدونم سقف اعتباراتشون بود بین آلمان و چه میدونم جمهوری اسلامی، بین اسپانیا و جو فرانسه، ایتالیا و اینا الان چقدره. به همین خاطر اینها همه تاثیرگذاره و واقعا به ما در انقلاب زن زندگی آزادی کمک میکنه که بتونیم هرچه سریعتر و با فشار بین المللی و فشار داخلی این رژیم رو سرنگون بکنیم.
پیمانی ما داشتیم در مورد قناز لایف داشتیم در مورد رئیسی صحبت میکردیم و قرار بود یک هواپیمایی درست کنه و بسازه و تحویل بده مردم. من یهو یاد یکی از افرادی افتادم که توی شهرمون انزلی هم قرار بود یه فرودگاهی درست کنه. این فکر کنم کلا بابه توی جمهوری اسلامی که اینا عاشق درست کردن چیزایی هستن که اصلا دستشون برم نمیاد. میخواید در مورد هواپیمایی که رئیسی قول داده صحبت کنید همینجا یا نه؟ نگاه این خواب بر سر اون زمانی که یهو از لپ لپ در اومد و شد نمیدونم رئیس جمهور و فلان و اینها، اینو خرش کردن، اینو ورش داشتن بردن اصفهان اون مرکزی نمیدونم چیه مال همین وزارت دفاع بود و اینها، یه سری مهندسی های معکوس اونجا کرده بودن، حالا موتور کار نمی کرد، یکی هواکشش کار نمی کرد، یکی سیستم نمیدن نرم افزاریش، یکی سیستم سخت افزاریش کار، این خلقی نمی فهمید داستان چیه. اومدن اسکلت ها رو نشون دادن، گفتن نگاه کن ما قدرت اینو داریم که مثلا همپای F-14 بسازیم. یه سری اسکلت ها رو هم نشون گفت نگاه زیر دریایی نمیدونم فوق سری هم میتونیم بسازیم، تازه اینا کجاست، این کار هم میتونیم بکنیم. آقا اصلا ما میتونیم بریم الان همین الان شما بخواین شما رو سوار کنیم بریم کره مریخ یه دور بزنیم بیاییم. رئیسی هم اونجا برای خود شیت شد چون مشکل ناوبری فرودگاه کشور رو داشتن، یه عالمه هواپیمای اسقاطی داشتن، برگشت که آقا اینا رو ولش کنیم، شما بلدید یه هواپیما درست بکنید سه تا مسافر از این ور اون ور ببره، ما واقعا ترمینال پرمینال مشکل داریم. اونا گفتن آره آقا اصلا 100 نفر چیه، ما میتونیم درست بکنیم 500 نفر. خلاصه کارشناسایی به هر حال تو بین این خلوچلا و دیوانه چهار تا آدم عاقل هم پیدا میشه. اون آدمای عاقل اومدن گفتن آقا اگر ما بتونیم مثلا فناوریش و مهندسی معکوسش رو از این کشور از اون کشور به دست بیاریم، این وسایل و اینها بگیریم، بله میتونیم مثلا یه کاری بکنیم، یه چه میدونم هواپیمایی با 75 سرنشین، با گنجایش 75 سرنشین بتونیم برای شما به زودی بسازیم. آقا این همونو شنیم بلند شد، همون موقع دو سال و نیم بود بکنم، آمد جلوی دوربین تو بوق و کرما که گفت ما امروز اومدیم اینجا بازدید کردیم، من نمیتونم خیلی چیزها رو بگم چه چیزهایی دیدم، اینا خرش کرده بودن. حالا اونا رو بذاریم کنار، اینا قراره تا چند وقتی دیگه برای ما هواپیما بسازن، ما دیگه مشکلمون حل شد، دیگه از این به بعد مشکل حل شد، اصلا تیکت بلیت به شما میدیم به اندازه قیمت اتوبوس. به همین سادگی یک مشت گوسفندم که میرن تو نماز جمعه پای سخنرانی می جناب آقای کسه میشینن، اون احمقا هم آمدن در جا پرچم دادن بالا فلسطین، میدان فلسطین دوباره شیرینی پخش کردن که ما به فناوری ساخت هواپیما. دیروز گند قضیه در آمد، یکی از این خبرنگارا که خیلی هم جسارت داشت و فلان و اینها، آمد رفت با معاون اونجا صحبت کرد، معاون فنی مهندسی هم و اصفهان و اینها، برگشت که آه شما دو سال نیمه پیش گفتین هواپیما رو قرار 75 نفره بسازید و فلان و اینها، ما الان داریم پیگیری میکنیم که چند درصد شما پیشرفت فیزیکی داشتید. من دو گفت چه آشی چه کشکی کدوم هواپیما هست، کی داری صحبت میکنی از چی داری صحبت میکنی؟ گفت آقا این مرد رئیسی بیا اینم فیلمش، گفت ما هواپیما 75 نفره میخواییم بسازید فلان. اون مرد با زبان بی زبانی برگرد که رئیسی بر خوش غلط کرده، اون احمد یه چیزی گفت شما دیگه چرا باور کردین؟ گفت یعنی هیچ کاری نکردین؟ گفت آقا اون آمریکاست که آمریکاست، با اون قلدری و بوئینگ و فلان و نمیدونم این آلمان و اون یکی کجا و اینها، یه هواپیما میخوان بسازن 1000 تا سوراخ بعد استاندارد بگیرن، 1000 تا راه رو برن بیان، ما همین پله اولشو که مثلا چی میدونم حلوی توالتش ما نداریم بسازیم، تو گرفتی نمیدونم بحث آیرودینامیکش و بحث سخت افزاری و نرم افزاریش، ما آفتابه نمیتونیم بسازیم، کجای کاری. اون اومد حالا یه جوکی گفت که امروز اینم خیلی جالبه، دیدم تو خیلی از کانال ها پروموت شد که الان تو هم از من سوال پرسیدی، من کلی بابت این خندیدم، ولی متاسفم برای یک مشت آدم های احمقی که متاسفانه مخلوطن، نمیتونم بگم حالا تو این 5 میلیون هستن، نه مخلوطن، جبگیر میشن، میدونین جبگیر میشن، و وقتی هم جبگیر میشن خوششان کون کلید گمه کنید. گوش میدید این استفاده به
آره این اصطلاح دیگه نه ترجمه نکن ولش کن. خب این خیلی بهشون وصل میشد و وقتی جوگیر میشن خیلی جالبه، خیلی ها میامدن انتقاد میکردن زیر همین برنامه ما، میامدن کامنت میذاشتن آقا وضعیت اقتصادی بده، آقا من بچه دارم شیر خشک پیدا نیست، آقا یه شیر خشک به زور به ما میدن 60,000 تومان آزادشو باید برم 240,000 تومان بخرم. ولی وقتی اون شب این احمق‌ها اون همه موشک و پوشک و موتورگازی و غارغارکشون رو فرستادن سمت اسرائیل، دیدم همین برگشت آمد گفت که آقا پیمان قدرت رو دیدی فقط. خب بعد من تو دل خودم گفتم خب من به این احمق چی بگم؟ این احمقی که تا دیروز میگفت که نمیدونم یک دونه شیر خشک بیشتر نمیدن، نمیدونم 60 تومن شد 240,000 تومن، با همین چند تا غارغارکی هم که این فرستاد دیگه همون یه دونه شیر خشک هم دیگه پیدا نمیشه. یعنی حماقت جمهوری اسلامی مشخصا علی خامنه‌ای دودی بود که تو چشم این افراد. من فقط میخواستم واقعا به بعضیا بگم آقا یکم خیشتندار باشید، هر اتفاقی که میافته سریعا ماهیت خودتون رو اگرم کثیف هست نشون ندید، یه ذره خونسردی خودتون رو حفظ بکنید، یه ذره بسنجید، یه ذره ببینید آقا این اتفاقی که افتاده واقعا در دراز مدت به نفع ماست یا به ضرر ماست. من دیدم که یه دونه از این شبکه‌های داخلی هم برگشته گفته از وقتی که ما این قارقارک‌ها رو به خدا کلی خندیدم من، گفته از وقتی که این قارقارک‌ها رو ما فرستادیم به سمت اسرائیل از کل دنیا اینقدر سفارش سلاح به جمهوری اسلامی شده، ما تا 50 سال هم به اینها نوبت بدیم نمیتونیم سلاح‌های خودمون رو به اینا بفروشیم. واقعا نگاه میگفتم خیلی عذر میخوام، خیلی ببخشید، میگفتن پردش پاره شده یعنی رو به ترکسته، میگفتن در زمان کودکی بلا سرش آوردند و اون حاله حجب و حیاش دریده شده و پاره شده، ماجرای همین آخونده اینا خیلی دقیقا ساد خیلی خیلی بیچشمه رو هن، خیلی خیلی پر رو هن. اینا خودشون چون احمقن واقعا فکر کنم مخاطبینشون هم مثل خودشون هم که من از این بابت واقعا متاسفم. در تایید حرفای تو و ساخت هواپیمایی که اینا هرچی درست میکنن در بود آمان از آب درم بیاد، سال 96 بود اگه یاد باشی نافچی دماوند توی انزلی، سر مچکن انزلی توی یه کولاک خیلی جزی، یعنی شاید قایق اون توی این کولاک چپ نمیشه، نافچی دماوندی که خود آقاشون اومده بود واسه افتتاح اومد زیر شاید توی سمت آب غرق شد و این بود حاصل زحمات جمهوری اسلامی که نافچه درست کردیم. صادق یه خاطره ای رو من خیلی زود بگم. نگاه کن الان در مورد همین نافچه و پاپچه و اینا، تو میدونی که من یه زمانی هم مسئولیت داشتم تو سازمان پژوهش‌های علمی صنعتی، مشخصا پارک‌های علم و فناوری و اینها. بله بله. من دبیر جشنواره فکر برتر تو کل کشور بودم. خب کل مخترعین، مبتکرین، فناوران اینا می آمدن اونجا. من ماهیت همه اینها رو می دونستم. من بخوام از نمره 1 تا 100 به مخترعین و مبتکرین و فناوران بدن، من نمره 2 میدم. یعنی جفنگی بیش نیست اختراعاتی که اینها. اون آدمی که صادق جان این رو من به شما بگم، من چندین سال مسئولیت داشتن در این سازمان که مستقیما با مخترعین و مبتکرین، مخترعین و مبتکرینی که در داخل کشور هستند و وابسته به حکومت هستند پشمی بیش نیستن، اونهایی که یه چیزی بارشونن درست حسابیان سریع بلند میشن یا تو کانادا یا تو آمریکان یا تو آلمانن یا تو انگلستانن، تو بهترین مراکز تحقیقاتی دارن اونجا کارهای خودشون رو اجرایی میکنن. اینها مثلا من یه زمانی تو پارک علم و فناوری دبیر جشنواره بودم، همین سپاه پاسداران گفت کرونا یاب یه دقیقاً نوشتم صادق نوشتم صادق به همین خدای کنار قلبم، من دبیر جشنواره مسئول اون جشنواره بودم، این بشقاب آوردن، من گفتم این چیه برداشتن آوردن، گفت اینو آوردن ماجرایی نمیدونم مثلا اون موقع کرونایی نبود، کرونا الان راه افتاده، اون موقع این رو آورده بودن، خدای من شاهده این رو آورده بودن برای اینکه میکروب شناسه، یعنی تو یک جمع اگر بدن کسی عفونت کرده باشه این بشقاب میره طرفش، خدا شاهده. دیش داره، یه دیش هم داشت. آره بعد ما یه گروه هیئت علمی داشتیم برای اون، مثل امثال دکتر قنات‌زاده، خیلی ها تو دانشگاه گیلان دیگه اینا الان بازنشسته شدن، اینها رو میشناسن، برید بپرسید.
ما به اینها گفتیم که آقا این چیه، میگفتن آقا عیبه، اصلا اینو راه ندید. بعد سپاه اومد ورود کرد، گفت این ما پشتش هستیم، این باید بسیجی باید بیاد، کار نداریم. اومد اونجا هی میکروب مردم اینو اسکلش میکردن، گفت آقا حالا اینجا کی میکروب داره، کی عفونت داره. اصلا بعد که من اومدم خارج از کشور دیدم چند سال بعد سپاه همینو داد به خورده نمیدونم بحث کرونا و اینا. حالا اینو ولش کن، من یه زمانی با یه تیمی، اون موقع من تو شبکه 4 بودم، شبکه 4 صدا و سیما، به ما گفتن آقا شما برای افتتاح شبکه بندرعباس مرکز خلیج فارس شما بلند شید بدید اونجا، اس ان جی ها رو راه بندازید، شبکه‌اش رو راه اندازی بکنید. آقا ما بلند شدیم رفتیم اونجا. اینا گفتن که برای افتتاح این ماجرا آقای سیاری اون موقع فرمانده نیروی دریایی بود، بله. گفت این آقا میخواد بلند شه بیاد، ما میخوایم به خاطر اینکه حالا برنامه رو میخوایم افتتاح شبکه استانی رو میخوایم افتتاح بکنیم، میخوایم یه برنامه زنده از اون اسکله شهید رجایی بندرعباس داشته باشیم. چرا؟ چون فناوران نیروی نمیدونم دریایی کشور مخترعان یه زیر دریایی دو نفره درست کردن، خدای من شاهد صادق. من یه گروه رو برداشتم رفتم اونجا، اس ان جی بس کردیم، واید سیار بردیم، اینا بردیم، گفتیم آقا آماده این برای پخش زنده. خلاصه گفتن که بله معاون عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی نمیدونم استاندار نمیدونم کیم و تمام مدیران کل و فرمانده کل نیروی دریایی، این مردم که همیشه کل اینجا آتشخال بود، دریادار بود، نمیدونم سربار بود، چی بود، آقا اینم اومد با دبدبه و کپکپه و اینا. یه مردم دستمالدار از این ریش و پشمی ها بلند شد رفت پشت میکروفون، حالا ما برنامه زنده است، داریم از شبکه برای اولین بار از شبکه خلیج فارس اینو پخشش میکنیم، کل کیش و نمیدونم این بر جزیره قشم و تنب بزرگ و کوچک و خلیج فارس همه دارن میبینن. آقا ما گفتیم که بله، اینا گفتن که بله الان که اون کشتیه میاد و این دو نفره زیر دریایی دو نفره که ساخت 100% جمهوری اسلامی اینا، این گفت 100% کار جمهوری اسلامیه. من گفتم وای این که گفت کاره، من آرزو میکردم مثلا روسیه به اینها یه کمکی کرده باشه، حالا رفتن از اونجا آوردن رنگ رو عوض کردن. گفت نه 100% مال ماست. گفتم یا خدا این دو نفری که برن اونجا اینا رو کی باید نجات بده؟ به همین خدای کنار قلبم تو ذهن من داشتم همینها رو میگفتم. به فیلم بردار گفتم آه تو فیلم برداری کن، پخش زنده است، اشکالی نداره. خلاصه یکی اومد قرآن سوره شمس فلان، اون یکی اومد گفت نمیدونم طلای داران انقلاب اسلام، آقا از اینجور جوگیری ها. آقا داری؟ نه الان داری، این لسه قطع شده تلفونستن خود برد. آره بعد گفت که نمیدونم طلای داران فلان و بسار و اینها. آقای من شما باشید، اینا از روی عرشه کشتی این غارغارک رو در آوردن. صادق انگار از این پیتای نفت بود، خدا شاهد صادق، از این پیتای نفت بزرگا چند لیتری بود اون موقع. آره خانواده هم میگرفتن پشت خونه میذاشتن که اگه قحطی بشه جنگ بشه از اون نفت. آقا دو تا اینو برده بودن چسبونده بودن، جوش داده بودن، پشتش هم یه موتور، من نمیدونم موتور گازی بود چی بود، یه دونه از این چرخ فلک های مال یخچال اونجا گذاشته بودن. آقا دو نفرم گفتن از این صندلی ها آخر هفته تو عروسی بود اون موقع، صندلی حلبی دو تا همون تو بود. آقا دو نفر گفتن یا الله از زیر قرآن رد کردن، اون دوتا از همون اولش رنگ روشون پریده بود، ولی فکر کنم به اینا گفتن آقا اشکال نداره ما شما رو با سیم بوکست میفرستیم پایین، این مرده اگر رفت ما سریع شما رو میاریم بالا. تو نگو این مرده پروتر از این قضیه است، این مرده دریادار سیاریه کیه. آقا این وایستاد اینا با سیم بوکسل، صادق خدای من شاهده، اینو با سیم بوکسل تو شهید رجایی انداختن پایین، یهو یه سیم بوکسل پاره شد، سیم بوکسل پاره شد، این مرده فرمانده نمیدونم ناحیه دریایی خلیج فارس و فلان، اون دریادار ازش پرسید آقا چی شد؟ گفت چی دیگه رفت پایین الان موتور کار میکنه حرکت میکنه. گفت ای جالبه حرکت میکنه حباب نمیده. گفت نه دیگه حباب حبابی نیست آقا، اگر بشه بریم اون برای ما سلاحی ساختیم بریم بگم. نه من میخوام اینجا وایستم ببینم این چجوری حرکت میکنه. اون گفت قربان تا اینا برن اون پایین یه ذره استارت بزنن اینا طول میکشه، حالا ما بریم تا اونجا. گفت نه من میخوام همینجا وایستم ببینم این چجوری کار میکنه. آقا این رفت پایین،
خدای من شاهده 20 دقیقه 25 دقیقه 30 دقیقه من به بچه‌ها گفتم آقا دوربین رو خاموش کن گندش در اومد. یهو این گفت آقا بیستین بزنید ببینید اینا کدوم مسیر هستن کجا هستند و اینها. بعد دیگه هم هی میدونن میرن میان، این مهندسین جوان هی میرن میان دم گوش این مرده یه چیزهایی میگن. رنگ روی مرده پرید، برگشت گفت که جناب نمیدونم سردار سربار دریادار چیه، گفت که قربان فکر کنم یه نقص فنی به وجود اومده، اینا پایین گیر کرده. برگشت گفت که آقا باشه گیر کرده باشن جوانای ما، افسران جوان ما، سری بیارشون بالا. گفت قربان سیم بوکس پاره. سیم بوکسل پاره شده. گفت مردی که سیم بوکسل پاره شده چیه؟ یه سیم وصله با اون بیاری. گفت ما این یه سیم هم اگر بزنیم چون اون خیلی سنگینه و رفته اون زیر سنگینیش چند برابر شده، این سیم بوکسل هم پاره بشه آب دریا اینا رو میبره. آب دریا اینا رو میبره، ما نمیدونیم کجا اینا رو پیدا بکنیم، اجازه بدید غواصا بیا. آقا با سلام و صلوات و داستان و آخونده بلند شد آمد گفت من بمیرم تو بمیری، بیا از اینجا بریم، آبروی ما داره میره. اونا داشتن اونجا مارش از اینا میزدن دینده، نمیدونم از این مارش های نظامی اسلامی و فلان و اینا میزدن. اون تعطیل کرد، اینا تعطیل، همه اومده بودن کنار این بندر شهید رجایی کنار این سکو بایستده بودن این دعای حاجت میخوندن که آقا خطر خدا اینا زن و بچه داره. خلاصه این چه حفاظت اطلاعات اومد دریادار سر سیاری و اون معاون نمیدونم حفاظت اطلاعات و کیا بودن همه اینها رو بردن. اون حفاظت اطلاعات هم اومد به ما گفت آقا دوربین فیلمایی که گرفتید رو بگید. گفتم آقا فیلما چیه؟ برنامه زنده بود. گفت یعنی تمام مردم بندر عباس دیدن و همه دیدن که شما که بعد از اون دیگه این کلن گزارشش پخش شد، خیلی جاها هم اومدن گفتن آقا مال اون خیلی وقت نمیدونم مال یکی حداقل 25 6 سال پیشه که دیگه گزارشش همه جا پخش شد. با اینکه اینا اومدن این جلوی آبریزی رو بگیرن و اینا، صادق داستانش اینه. روش میگی الان تو بعد میگردی میگی این آمده گفته نه هوا، آخه مگه هواپیما ساختن، مگه آفتابه ساختن؟ تو یه آفتابه میخوای بسازی باید غالب رو اینقدر خیلی عوض میخوام ببخشی دقیق درست بکنی که اون سوراخ و اون به سوراخ یه جایی میزون بشه آب بخوره، همین هزار تا قانون ریاضی توش داره. و تو احمق که به حساب رئیس جمهور یک کشور هستی بلند میشی میای جلوی دوربین میگی بله ما به زودی نمیدونم هواپیمایی 75 نفر 75 نفر حالا 80 نفر 100 نفر هم نه درست 75 نفره ما آماده میشه که دیگه امروز هم خلاصه گندش در آمد. صادق جان بیچاره این دریادار سیاری خیلی بدشانسه، یه بارم یه برنامه بود داشتن کوزه رو داشتن میشکندن، پسر اومد اینقدر زد اینقدر آخر نشه آخر زد به زمین پیمان ببین زیاد وقت نداریم طرف اسرائیل و اینکه اسرائیل یه به قول معروف یه دونه زد یه دونه خورد تموم شد رفت. این یه سوال خواه به کجا؟ ایران دیگه، حالا به جمهوری اسلامی، به جمهوری اسلامی اینا زدن، اونا هم زدن انگار تموم شده. این سوالی هستش که مردم از من پرسیدن و گفتن که آقا دیگه خبری نیستش. بعد اینکه من قبل از اینکه بیام تو لایو یه سری صحبت ها بود که آقا میخواد به رفح حمله کنه و قطعی شده، میخواستم ببینم که تو چی بیشتر میدونی در این خصوص. نگاه کن رو معادلات حقوقی اگر حساب بکنیم جمهوری اسلامی الان زده، اسرائیل نزده چون اسرائیل گردن نگرفته، گردن نگرفته بس تموم نشده. اینکه بعضیا میگن نه این داستان بوده اینا، نه اصلا داستان نبوده، یه ذره تحمل بکنین اتفاقاتی قراره بیفته. اما به هر حال هر کسی که میخواد بیاد بره یه جا مدیر بشه باید سه تا برنامه بده، برنامه کوتاه مدت داره، میان مدت داره، دراز مدت. فعلا کوتاه مدت اسرائیل چیه؟ ورود به رفح. همین الان که من خدمت شما هستم تانک های اسرائیل الان چند روز آرایش نظامی گرفتن سمت رفح، فقط الان منتظرم فردا از این تروریست های حماس یه گروهی قرار بلندشن برن مصر با میانجیگری مصر، خب یک نشستی داشته باشن اسرائیل و مصر و قطر و آمریکا و اینها که آیا تو مبادله این اسرایی که هستن. چرا؟
چون اینها گفتن که ارتش اسرائیل گفته که ما بریم به شدت رفح رو میزنیم و احتمال داره این عواملی ما اینهایی که به گروگان گرفته شدن اسیر در دست تروریست های حماس هستن احتمال دارن در این یورشی که ما قراره به رفح ببریم همه کشته بشن. خب البته از 130 خورده ای که الان دیگه مسجل شده 20 نفر 30 نفر بیشتر زنده نیستن، همه رو کشتن این بیناموسا که البته گفتن نه اینا خودشون بم فرستادن سمت ما و اینها کشته شدن، اما این داستان ها نیست، خیلی فجایع است. حالا اگر این 20 چند نفر رو آزاد بکنن آنها بعد یک داستان هایی از اتفاقات دهشتناکی که در این ایام در دست این حرامزاده ها بودن رو میان و روایت خواهند کرد. پس تو برنامه کوتاه مدت اسرائیل اینه، اینا قراره تا فردا پس فردا صبر کنن ببینن نتیجه اون نشست در مصر چه خواهد شد. اگر به توافق رسیدن که رسیدن، اگر نرسیدن یورششون 100%. بعد از اون برنامه ریزی که کردن همین الان چند تا لشکر آماده دارن، خب تمام کارا، حتی من اون دفعه به شما گفتم بلندی های جولان اومدن جاهایی رو که مینگذاری کرده بودن که یه موقع حزب الله حمله نکنه همه مینها رو منفجر منعدم کردن. چرا؟ اون راه رو باز کردن که بتونن زمینی به لبنان ورود بکنن برای جنگ با حزب الله. پس در میان مدت، کوتاه مدت شد حمله به رفح، تا فردا پس فردا مشخص میشه. میان مدت شد حمله به لبنان، شما شک نداشته باشید این اتفاق خواهد افتاد. من در مورد این خیلی میتونم توضیح بدم. الان چندین سال اسرائیل برنامه‌ریزی کرده برای حمله به رفح، به لبنان. چرا؟ لبنان همین الان چیزی در حدود 150,000 موشک داره که به هر جای اسرائیل دلش بخواد میتونه فرود بیاره. خب پس این یک خطر بالقوه است برای اسرائیل، و اسرائیل الان که این وضعیت و این موقعیت رو به دست آورده حتما با لبنان وارد جنگ، مشخصا حزب الله وارد جنگ خواهد شد، و بعد از اون که تموم شد و مطمئنن هم پیروز خواهد شد، یک جنگ سختی خواهد بود، خواهد در گرفت، و اونجا هم مطمئن باشید پیروز خواهد شد، و بعد از اون شما شک نداشته باشید نوبت که شده نوبت سر اختاپوس در تهران، مشخصا علی خامنه ایه. ما امشب چقدر حرف زدیم صادق؟ آره 3 دقیقه مونده پیمان، میخوام از این 3 دقیقه هم استفاده کنم. تو قبلا در مورد خودکشی یه برنامه داشتیم، داشتیم در مورد خودکشی صحبت میکردیم، یا یه سری آمارها دادی. امروز یه خبر اومد خودکشی در میان پزشکان به مرز هشدار رسیده. چی شده که جمهوری اسلامی چیکار کرده با این پزشکان و همین پرستارهایی که حالا هستن به جایی رسیدن که خودکشی میکنن؟ یه چیزی رو بذار من واکو راست بگم. یه اتفاق دیگه هم شنیدم همین چند وقت پیش تو شیراز، تو یه جمعی نشسته بودن، به اینها نمیدونم عرق دستاز دادن، شراب دستاز دادن. متاسفانه همین حرامزاده ها چون میدونستن نشستی که اونجا هست همه جوان های فارغ التحصیل پزشکی هستن، ثروت های این کشور هستن، رو شراب مسمومیت به وجود آوردن. یک نفر کشته شد متاسفانه اونجا توسط همین بسیجی های حرامزاده، بقیه کلیه های خودشون رو از دست دادن. چون شراب نمیشه که مثلا بگید که مسمومیت به وجود، شراب حتما باید یه چیزی رو بهش اضافه بکنی که اینها این کار رو کرده بودن. نه خب ساده یه مسئله است، رو بذار من اینجا یک بار برای همیشه، حالا یک دقیقه وقت دارم رو اینو بگم خدمت شما. نه خب بحث سهمیه هاست، خب بحث سهمیه جانبازان، بحث سهمیه نمیدونم همین ایثارگران، بحث بسیجیان، اینها با این سهمیه ها میرن پزشکی میخونن ولی اندازه گاو هم نمیفهمن. ولی یک افرادی هستن که واقعا فهمیدن این کارن، میان واقعا زحمت میکشن، قبول میشن، میان پزشکی. ولی اینها پشتوانه یه نمیدونم جانبازی و خانواده یه نمیدونم فلان و اینجور داستان ها، مدافعین حرم و اینجور چیزها و این امتیازات رو ندارن. خب اینها به صورت مساوی میان وارد این تشکیلات میشن و وقتی فارغ التحصیل میشن اینها میشن موقعیت برای اینکه برای این بسیجی های خرمغز هیچی نفهم اضافه تر بشه، بهترین بیمارستان ها، بهترین جایگاه ها، بهترین فلان ها به اینها داده میشه. بعد این بچه هایی که واقعا نخبه هستن، واقعا درس خوندن، واقعا یه چیزی بارشونه، اینها رو میفرستن جاها، پشت کوه ها، چه میدونم یک جاهایی که تحت فشار قرار میگیرن. این باعث میشه و جالب امتیازاتی که به صورت مساوی به اینها میدن به اینها هیچ وقت داده نمیشه. خب کسی که یک عمر زحمت کشید، 7 سال درس خوند، تازه پزشک آمد عمومی شد،
چی میگن، میخواد از این به بعد حمایت بشه که بتونه تخصص بگیره، بره به جاهای، وقتی میبینه اینجور داستان ها رو، اون فشار 7 سال درس هم باعث میشه کلا اذیت بشه و متاسفانه دست به این کار میزنه. من خواهش میکنم از شما، چه حالا جامعه پزشکی، مهندسی، معلمی، این کار رو نکنید. به زودی رژیم جنایتکار آخوندی سرنگون میشه، تحمل بکنید، بمونید و مبارزه بکنید. در مورد این موضوع حتما شبهای آینده بیشتر صحبت کنیم. مرسی پیمان عزیز. خیلی خوشحال شدم. مراقب خودتون باشید. همه شما رو تا درود دیگر. خدا نگهدار. شب همگی خوش.